بسم الله الرحمن الرحيم السلام على المهدي وعلى آبائه بحث امروز باين بين روايتك از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده شروع میکنیم که فرمود هیچ کسی از این سه امر در نجات نیست یعنی همه افراد گرفتار این صفات هستند فقط باید در صدد باشیم که از این صفات خودمون را نجات بدیم یک گمان هیچگاه نسبت به دیگران گمان بد نداشته باشیم دوم تفعال زدن و اینکه مثلا از پریدن کلاق به بدی یاد بکنیم و سوم حسادت که از صفات ناپسنده بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فرمودن که من راه خارج شدن از این صفات را به شما آموزش میدم اذا ظننت فلا تتحقق اگر گمان کردی و پیش خودت یک فکری را به اصطلاح ما کردی به این فکر ترتیب اثر نده حالا در این باره عرایزی را تقدیم می کنم روایت کامل بکنم و اگر تفعال کردی یعنی بگی من اگر این را برم مثلا بد شده نه میرم اعتناب به این فال بد نمی, زن... نمی, کنم و اگر حسادت در وجود من به وجود آمد در صدد بر نمیام که این حسادت را محقق بکنم چون این وقتی حسادت در وجودم هست این ذاتیه یه وقت من میخوام این حسادت را عملی بکنم یعنی وقتی کسی یک نعمتی را داره میخوام در صدد بر بیام این نعمت رو ازش بگیرم این بده لذا فرمودن پیغمبر اکرم نه نه رو دنبال این که این نعمت را بگیری بلکه حالا در جای دیگه میفرماین که در یه همچین موردی غبته را مد نظر قرار بده که بگو خداوندا همونطور که به این بنده خدا خونه دادی مال دادی زندگی دادی همه اینها به من هم بده این اشکال نداره ددادار در روایت روز قیامت آقا قمر بنی هاشم از همه مردم و همه شهدا برتر که شهدای دیگر مقام آن حضرت را غبطه می خورند یعنی آنقدر مقام بالاست و جایگاه بلنده که شهدا و کسانی که در راه خدا جانفشانی کردند آرزو می که مقام آقا قمر بنی هاشم را دارا بشن حالا که صحبت از گمان آمد این را یه مقداری بهش رسیدگی بکنیم اینی که ما نسبت به دیگران قضاوت بکنیم اما قضاوت نادرست یعنی من به ظاهر قضیه نگاه می کنم افراد را روی ظاهر محکوم می کنم که داره در روایت شخصی میگه در راه مکه دیدم یه آقای جوانی داره میاد هیچ امکانات سفر نداره گفتم پیش خودم که این از اوناییه که میاد توی کاروانها به اصطلاح و کل بر دیگران میشه یعنی خودش را رو اونها تحمیل میکنه از غذای اونها میخواد استفاده بکنه از جای اونها استفاده بکنه و به اصطلاح ما ها میخواد مجانی خودش رو برسونه به مکه خوبه من برم به این بنده خدا توجه بدم که بگم این کار خوبی نیست این کاروان خودشون هر کدوم برای خودشون وسائلی دارن و دارن میرن به سفر تو سزاوار نیست که خودت را تحمیل بکنی بر این کاروان ها میگه تا آمدم رسیدم به این آقا بدون اینکه آشنایی قبلی به اصطلاح باشه و رابطه ای و اینها آقا نام مرا فرمودن یا شقیق ان بعض الظن اثم یعنی نام این بنده خدا را بردن و آیه شریفه ای که در این مورد وارد شده را تلاوت فرمودن که بعضی از گمانها گناه یعنی من وقتی که درباره برادرم خواهرم یه حرفی را به ذهنم میارم و فکر میکنم او این چنینه یا میخواست این چنین بکنه یا این چنین میکنه این گمانه و این گمان وقتی که نادرست باشه گمان بد به اصطلاح ما ازش تعبیر میشه و قرآن میفرماید که این گمان بد گناهه پس ما به برکت آقا موسی بن جعفر و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین این صفت ناپسند را از خودمون دور بکنیم و هیچگاه نسبت به دیگران گمان بد راه ندیم خداوند متعال این صفت را از ما دور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد